چگونه یک پسر را عاشق خود کنیم؟ دوستان سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. در این ویدیو سعی میکنم در مورد اینکه چگونه یک پسر را عاشق خود کنیم به طور مفید و مختصر نکات مهم رو براتون بازگو کنم. اگه از این ویدیو خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. بریم که در ادامه ویدیو با هم باشید. آیا شما عاشق پسری شده اید که دوست داشته باشید او هم همین حس را به شما داشته باشد؟ روش‌های زیر برای منظور بسیار مفیدند. روش اول، اولین کاری که باید انجام بدید اینه که از اطرافیان بپرسید که سایت ارتباط جمعی مثل فیسبوک یا سایت های دیگه عضویت داره یا نه. این روش بهترین راه برای فهمیدن علایق او در موسیقی، فیلم و ایده های عمومی است. شما میتونید از این اطلاعات برای شروع یک بحث داغ در آینده استفاده کنید. اما روش دوم، باید متوجه بشید که او از چه تیپ دختری خوشش میاد. اگر شما در مورد ظاهرتون اعتماد به نفس ندارین، سعی کنید روی اون کار کنید. از شر جوش ها خلاص بشین و چند کیلو هم وزن کم کنید. اگر تاریخچه روابطتون رو بدونید خیلی با شما کمک میکنه و اینجاست که شبکه اجتماعی خیلی به کارتون میاد. اما روش سوم، باید شرایط یک ارتباط ساده رو فراهم کنید. یک دوست در حد سلام و خداحافظ باشید. از دوستان مشترکتون برای دستیابی به این قضیه میتونید استفاده کنید. اگر دوستاتون رو در حال صحبت با وی میبینید شما هم وارد بحث بشید. دوستاتون زحمت معرفی شما رو به دوش میکشن. وقتی که او رو میبینید خوشحال باشید و سلام کنید. اما روش چهارم، باید چند قدم جلوتر بذارید. کارهای کوچیکی برای اینکه توجه او رو جلب کنید انجام بدید. او ثابت کنید که همیشه در هر حالی برای وی هستید. به او نشان بدین که دوستش دارین بدون این که حرفی از زبان شما شنیده باشد. روش پنجم، پسرها دوست دارن که به دخترها آرامش بدن، پس بذارین حس مرد بودن رو تجربه کنن. دست از کنترل کردن اونو بردارین. اون وقت خواهید دید که چگونه در شرایط سخت از شما محافظت میکنند. اما روش ششم، پسرها دخترهایی رو دوست دارن که خودشون هستن، پس سعی کنید طبیعی و نرمال رفتار کنید. باعث خندیدن اونا بشین. خوشحال و شاد باشید و از جلب توجه زیاد هم دوری کنید. روش هفتم، به پسری که شیفته شما شده فرصت بدین تا قدمی برداره. نظر دوستاتون رو در مورد اینکه او به شما علاقه داره یا نه اکثر وقتها درست از آب در میاد. سعی کنید سخت به دست بیایید و اما همیشه صادق باشید.